شروع میکنه به لود کردن نرم افزار و در واقع وارد محیط اصلی نرم افزار میشه. شما اگر حتی با نرم افزار سیویل تریدی هم آشنایی نداشته باشید، توی این پروژه من بهتون به طور کامل یاد میدم که چطور میتونید از این نرم افزار استفاده بکنید. کافیه فقط با دقت به نکاتی که میگم گوش بدید و بلافاصله بعد از اینکه جلسه تموم شد برید خودتون این نکات رو پیاده سازی بکنید. حتما اگر میخواهید اینو یاد بگیرید، بعد از اینکه من آموزشم رو دادم توی هر جلسه، شما برید روی سیستم خودتون در واقع این کار رو انجام بدید. نرم افزار وقتی باز میشه، من این پنجره اولش رو ببندم، برای شما یه همچین شکل و شمایلی ظاهر میشه. خوب دقت کنید، نرم افزار دو بخش هستش. از این خطی که در واقع خط افقی که من اینجا به صورت فرضی در نظر میگیرم، بخش بالا داریم و بخش پایین. بخش بالایی بخش اصلی و مبنا هستش، شامل یک سری ابزارها و منوها هست، منو فایل، ویندو، هلپ و زبانه های هوم یا تب های هوم، اینسرت، آنوتیت، مودیفای، آنالایز. بر اساس اسم اینها یک سری دستورات داخلشون وجود داره. توی زبانه ها و تب ها هم به همین صورت هست. دستوراتی رو در هر کدوم از این زبانه ها میتونید ببینید. پی جلوتر خدمتتون نشون خواهم داد. در داخل این تب ها و زبانه ها یک سری پنل های تفکیک شده به صورت در واقع میشه گفت خط هایی که داریم میبینیم، خط های قائم وجود داره. مثلا این وسط الان تو قسمت پروفیل اند سیکشن ویوز یک پنلی هست که داخل هر کدوم از این پنل هایی که نوشته پلاترز، کرییت گراوند دیتا، کرییت دیزاین، اینا همه پنل ها، یک سری دستورات بالاش هست. ببینید دستوراتی که این قسمت ها وجود داره. پس درجه بندیش به این صورت شد که اول تب یا زبانه، بعد پنل، بعد دستورات داخلش. خیلی آسون و خیلی راحت هست. جلوتر که رفتیم کاملا آشنا میشید. در بخش پایین ما زیر مجموعی از دستورات بالا هست. گفته که توی این پنجره اول که اسمشم گذاشته پنجره شروع و استارت کار، سه تا ستون وجود داره. خب دقت کنیم، میگه get started، برای شروع کار کافی روی این کلیک کنید، استارت دراینگ بکنید، شروع کنید به پروژه رو ترسیم کردن. از این قسمت open file هست، میتونید فایلتون رو وقتی که ذخیره کردید جلوتر از اینجا بازش بکنید، گرچه از اینجا هم میتونید این کارو انجام بدید. پس قسمت پایین زیر مجموعه از دستورات بالا هست. مثلا استارت دراینگ دقیقا کار نیو رو انجام میده، open file کار open رو انجام میده. پس میبینید که زیر مجموعه از دستورات بالا هستن. ستون دوم نوشته recent documents، اسنادی که دیگه به ترتیب اولویت زمانی استفاده کردید. آخرین پروژه‌ای که شما استفاده کردید این بوده، بعدی این بوده، بعدی این، بعدی این. پس پروژه‌ای که انتخاب کردید حتما نباید روی open file بزنید. میتونید از اینجا اگه دیدیمش روش کلیک بکنید و وارد در واقع ادامه کار بشید. ستون سوم نوتیفیکیشن یا در واقع هشدارها و اخطارهایی هست که به ما داده میشه و کانکت کردن، که این قسمت رو ما بهش کاری نداریم، برای اینکه حالا یک سری پیغام ها رو در واقع به امیده، مثلا میگه برای اینکه از هلپ استفاده بکنید باید چه کاری رو انجام بدید، میتونید دانلود کنید یا اینکه متصل بشید به اینترنت. توصیه اکیدی که دارم وقتی از این نرم افزار استفاده میکنید به هیچ عنوان به اینترنت متصل نباشی، چون نسخه هایی که توی ایران ما استفاده میکنیم تماما کرک شده است. اگر به اینترنت وصل باشید در واقع لایسنس نرم افزارتون از بین میره و نرم افزار دیگه کار نمیکنه، چون متصل میشه به شرکت در واقع سازنده که شرکت آتودسک باشه، این شرکتی که اینجا عنوانش هم داریم میبینیم، و لایسنس رو چک میکنه. پس به اینترنت متصل نباشید. برای اینکه کار رو شروع بکنیم کافی است روی این get started من یه بار کلیک کنم. خوب دقت بفرم، میبینم که یک سری دستورات فعال شد، زبانه ها یا تب ها به صورت کاملا واضح برای ما مشخص شد و در واقع داره به ما میگه که تمام دستورات حی و حاضر وجود داره تا شما بتونید پروژه‌تون رو باهاش انجام بدید.
در قسمت سمت چپ تول اسپیس یا فضای ابزارها یک سری دستورات هست که جلوتر رفتیم. من میخوام توی پروژه بهتون بگم که اینا چی هست و چه کارهایی داره، چون معمولا برای اولین بار که این نرم افزار رو میبینید یه مقدار شلوغ هست و یه مقدار ممکن هستش باعث استرس شما بشه که اصلا به این صورت نیست. یک سری ابزارها در کنار وجود داره و در پایین که میتونیم ازشون استفاده بکنیم و بحث ویو ها و زوایای دیدی که بعدا راه طراحی کردیم میتونیم از اینا استفاده بکنیم. اولین کاری که ما میکنیم، خوب دقت بفرمایید، بر روی در واقع فایل نیو که کلیک کردیم و در واقع پروژمون رو ایجاد کردیم، میایم و از قسمت سیتینگی که اینجا هست، ببینید بر روی من این دراینگ 3 رو ببندمش، با همون دو کار کنیم. روی این قسمت کلیک راست کنید، اولین گزینه میگه ویرایش تنظیمات. ما برای اینکه پروژه رو شروع بکنیم یک سری واحدها و مقیاس ها رو باید تنظیم کنیم، پس از قسمت تول اسپیس سیتینگ که این هست کلیک راست کنید روی اسم پروژهتون که دراینگ 2 باشه، اولین گزینه ویرایش تنظیمات ترسیم، اینجا رو کلیک کنید. پنجره دراینگ سیتینگ براتون باز میشه، چند تا تب داره. ببینید اون چیزایی که کاربرد داره رو من بهتون میگم. میگه که شما الان واحدت متره، چرا؟ چون نسخه متریک رو انتخاب کردین. زوایات هم بر حسب درجه هست. تبدیل واحد نوشته که در واقع به چه صورت هست، فوت و متر و مقیاس که مقیاس مناسبی هست. مقیاس راهسازی معمولا 1:1000 یا 1:2000 هست، این دوتا مقیاسی که اینجا وجود داره. این قسمت گفته منطقه‌ای که پروژه رو ایجاد میکنی کجا هست. ما ایران رو انتخاب میکنیم، گرچه این در واقع قسمت کاملا به صورت در واقع میشه گفت فیک هستش و کارایی نداره، چون که اولا که سیستم در واقع اتصال به اینترنتش واقعا برای ما میسر نیست، بخاطر اینکه نسخه نرم افزار کرک شده است. در درجه دوم هم میخواد که بر اساس یک سری سیستم های مختصاتی که از گوگل ارث و گوگل مپ میگیره، میخواد یک سری حالا مناطق رو به صورت ارتفاعی بر ما در نظر بگیره که این کار جالب نیست، ولی با این حال ما گزینه ایران رو انتخاب میکنیم که بدونه که در منطقه ایران این پروژه داره انجام میشه. توی قسمت های بعدی که ترانسفورمیشن و انتقال ها هست، این در واقع نیازی به تغییر هیچ کدوم از این پارامتران نیست، چون منطقه رو در واقع تعریف کردیم، ایران خودش این کار رو انجام میده. بحث لایه ها و object layers هست که نیازی به تغییر نداره، اختصارهایی که وجود داره کاملا مناسب هست. و در قسمت آخر فقط روی قسمت elevation واحد رو ببینید که ارتفاعی که میخواد بزنه، مثلا ارتفاع نقاطی که میخواد بزنه به متر باشه و تعداد اعشارش رو روی دوتا بذارید. حتما روند شدن عدد هم به صورت نرمال باشه، نمیخواد به سمت بالا روند بشه یا اینکه خود عدد صحیحش رو بذاره، به صورت نرمال روند بشه. و مساحت رو هم حتما چک کنید که به متر مربع و تا دو رقم اعشار باشه. اینجا رو اوکی کنید. الان تمام سیستم آماده هستش تا ما در واقع بتونیم یک پروژه رو انجام بدیم. منتها حتما حتما تنظیمات که انجام شد روی سیو کلیک کنید. سیو رو که کلیک کردید یه در واقع پنجره باز میشه، یه آدرس بهش بدید. مثلا من توی سیویل 3D پراجکت اینجا رو میتونم یه دونه پوشه ایجاد بکنم، بنویسم مثلا در واقع سیویل پراجکت، و حالا داخل این پوشه از اینجا اسم فایل دراینگ 2 رو که اینجا بود عوضش بکنم، بذارم مثلا داوود آباد رود، درسته؟ دیزاین به این صورت.
و بر اساس نسخه 2013 اتوکد سیو انجام میشه. چرا اتوکد؟ ببینید شرکت اتودسک همون شرکتی هستش که نرم افزارهای مثل اتوکد برای نقشه کشی، رویت و سیویل تریدی رو تولید کرده. پس نسخه ای که در واقع سیو میگیره نسخه DWG مربوط به اتوکد هست، اونم از نوع 2013. چرا 2013؟ به خاطر اینکه اگه شما تو نسخه 2017 دارید کار میکنید، سیوش کردید، بردید روی یه سیستم دیگه، اون شرکت یا اون شخص نسخه مثلا 2015 داشت، اونجا هم اجرا بشه. پس از سیو پایین ترش استفاده بکنید بر اساس فرمتی که نسخه قبلی داشته و اینجا سیوش کنید. به محض اینکه سیوش میکنید اسم پروژه دراینگ 2 عوض میشه، میشه داوود آباد رود دیزاین. الان میشه گفت شرایط حی حاضر هست برای اینکه پروژه راهمون رو کاملا شروع بکنیم و به راحتی جلو بریم. در ادامه دوستان تمام در واقع طراحی راه رو با هم دیگه انجام میدیم طبق آیین‌نامه و طبق حالا مواردی که وجود داره، و قول میدم بهتون در آخر کار کاملا به نرم افزار سیویل تریدی آشنا بشید و بیش از 95% این نرم افزار رو به طور کامل یاد بگیرید و فقط توی پروژه های مختلفی که کار میکنید شاید یک سری از جزئیاتش متفاوت باشه که اونم با یه مقدار در واقع سرچ کردن و یا پرسیدن میتونید این کار رو انجام بدید و پروژه هاتون رو به طور کامل انجام بدید. خب دوستان عزیزم، ببینید در بحث راهسازی و حالا بحث کانال های آبیاری که برای توزیع آب استفاده میکنن، معمولا وظیفه نقشه بردار هستش که فایل نقاط رو به همراه مکانهایی که وجود دارن، موقعیت روستا، مثلا روستای داوود آباد، روستای ویسمه، و حالا توی این پروژه که مسیر عراق فرما این جاده اصلی هست، رو کامل مشخص میکنن با توجه به اطلاعاتی که دارن، نقاط رو خودشون وارد میکنن و این در واقع میشه گفت اماکن رو وارد میکنن. مثلا اگر توی پروژه خطوط راهن باشه یا ابنیه فنی وجود داشته باشه، به طور کامل با توجه به اینکه نقشه بردار شالوده و اساس و فونداسیون پروژه راهسازی و پروژه آبیاری هستش، تمام این موقعیت ها رو با توجه به حضور گسترده و چشمگیری که تو منطقه داره بهتر از من و شما طراح میشناسه و در واقع فایل اتوکد رو تحویل میده. معمولا روال اینطوری هست، یعنی بیش از 90% پروژه اینطوری. اما اگر بهتون فایل رو ندادن باید چی کار بکنید؟ به این صورت که جلسه قبلی ما فایلش رو حاضر کردیم، باید از طریق در واقع منوی اینسرت، شما اگر روی هوم هستید منوی اینسرت یا قرار دادن رو بیارید روی قسمت points from file، یعنی نقاطی که از فایل قرار هست وارد بشن، کلیک بکنید. توی این پنجره اینجا ببینید هیچ فایل متنی تعریف نشده چون نقاطی نداریم. این به اضافه رو بزنید، پلاس رو کلیک بکنید برای اینکه این فایل رو اد کنید. اون در واقع فایل تکستی که نقشه بردار تحویل داده رو به فرمت PENZD که خدمتتون عرض کردم چی هست، این رو در واقع باید روش کلیک کنیم و وارد کنیم. اگر تیک سبز رنگ اینجا ایجاد شد، به این منزله هستش که شما فایل نقاطت خونده شده توسط نرم افزار و اینجا هم پریویوش میبینیم. فرمتش رو روی همون فرمتی بذارید که نقشه بردار بهتون اعلام کرده، که گفتم معمولا بهتون اعلام میکنه. اگر نه که فایل رو باز کنید ببینید که مثلا point point number هست، e easting هست، norting برای حرف n بود، z برای elevation بود و حرف d که description. به این فرمت در واقع این نقاط خونده شد و تیک سبز رنگش حتما باید باشه. اگر علامات ضرب در قرمز رنگ ایجاد شد، فایل شما یا تکست نبوده یا فرمتش فرمت مناسبی نیست. بعد از اینکه در واقع فایلتون رو وارد کردید و فرمت صحیحش رو انتخاب کردید، این قسمت نشون میده یه تعداد از فایل ها رو، یه تعداد از نقطه ها رو نشون میده. تمام این نقطه ها الان پخش و پلا هستن. برای اینکه این پخش و پلایی رو از بین ببرید، در واقع روی قسمت Add Points to Point Group کلیک کنید که تمام این نقاط رو به نرم افزار بگیم یک گروه در نظر بگیر. ببینید الان اینجا هیچ گروهی تعریف نشده. وقتی این تیکو بزنید این گزینه فعال میشه و روی این پوینت کلیک بکنید،
اسم جی وان رو بهش اختصاص بدی، یعنی مخفف گروپ وان، گروه یک. اوکی کن. الان تمام نقاطی که تو این فایل بود به این فرمت داخل یک گروه هست. چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه بعدا کارمون راحت تر میشه. یعنی میخوایم سطح بسازیم، میگیم تمام نقاطی که تو گروه یک هستن با یه بار کلیک کردن به راحتی در واقع در وقتتون صرفه جویی میشه. دلیل اصلیش این هست. توی قسمت تنظیمات پیشرفته هم حتما قید الیویشن یا ارتفاعیش رو تیکش رو فعال کنید. اگر اینطوری هست تیکش رو بزنید و اوکی کنید. یه چند دقیقه طول میکشه با توجه به سرعت سیستم تا این در واقع میشه گفت نقاط بارگذاری بشه و در واقع شما بتونید ازش استفاده کنید برای پروژهتون. خب چند دقیقه منتظر میمونیم تا این در واقع بارگذاریش انجام میشه. اکثر پروژه های واقعی که قرار هست انجام بشه بعد از اینکه در واقع نقشه بردار اعزام میشه به منطقه، تمام نقاط رو خودش کارشو بلده. معمولا نقشه بردارها انصافا کارشون رو بلدن و فایلی رو که خروجی میگیرن به فرمت های مناسب برای اتوکد، برای فایل تکستی خیلی قشنگ چیدمان مرتب تحویل میدن و باید ازش استفاده کنیم. نحوه استفاده واقعیش هم تو همین پروژه در این با هم میبینیم. وقتی که در واقع بارگذاریش تموم میشه، ما هیچ چیزی داخل صفحه نمیبینیم. ما فایل نقاط رو وارد کردیم. برای اینکه اینو در واقع مشاهده بکنیم ببینیم نقاطمون کجا هستن، کافی روی این علامت در واقع ذره بین و دو تا فلش که در واقع نماد دستور زوم اکستنت هست یا در واقع زوم کردن روی شی هایی که وجود داره یه بار کلیک کنید. بعد از اینکه در واقع دستور کامل اجرا بشه، فایل نقاط رو براتون کامل نشون میده. یعنی ببینید به این طریق اصلا عجله نکنید، بذارید سیستم کارشو بکنه. نرم افزار سیویل تریدی نرم افزار سنگین هستش. این فایل در واقع نقاطی بوده که نرم افزار در واقع خونده و در واقع میشه گفت برای توپوگرافی منطقه باید ازش استفاده بکنه. خدمتتون عرض کردم که اگر نقشه بردار فایل اتوکد نداد میتونید از این طریق استفاده بکنید. اگر بهتون فایل اتوکد بده که معمولا بیش از 90% موارد همینطور هست، به طور کامل هم نقاط وارد شده هم دقیقاً موقعیت روستاها رو مشخص کرد. من از همین فایل استفاده میکنم چون فایل رو در اختیارمون قرار داده. اگر نمیتونم از این فایل هم استفاده بکنم، هیچ فرقی نمیکنه. روال کار تو هر دو یکی هست. پس من از اینجا شروع میکنم و این فایل رو میبندمش. خب برای اینکه در واقع کار رو شروع بکنیم، اولین کاری که میکنیم این هستش که یک سطح رو میسازیم. برای اینکه یک سطح رو بسازیم، در واقع از منوی هوم توی قسمت سرفیسز یا ساخت سطح، برای اینکه منحنی های میزان رو یا منحنی هایی که در واقع میشه گفت برجستگی ها و پستی بلندی های زمین رو نشون میده رو ایجاد بکنیم و در واقع یک تراز رو برای هر سطح ایجاد بکنیم، باید یک سرفیس بسازیم. روش که کلیک میکنید دستورات مختلفی داره، همه دستوراتش به کار ما نمیاد. گزینه اول گفته ایجاد کردن سطح. من موس هم که روش نگه میدارم توضیحاتش رو به انگلیسی میده، یعنی توضیحات ساده به زبان انگلیسی در واقع میشه گفت ساده، برای اینکه کاربرا بتونن به راحتی ازش استفاده کنن. خب روی create surface که کلیک میکنم، میخوام سطح هم رو ایجاد کنم. من نقاط رو دارم ولی منحنی های میزان رو ندارم، پس باید سطح ایجاد بشه. اسمشو در واقع میذارم S1 مثلا Surface 1. اگر بخوام میتونم توضیحاتشم بنویسم، اگر نه که هیچ. میگه که استایلش به این صورت هستش که خطوطش 2 متر و 10 متر در واقع ترازبندی میشن که مناسب هست و من روی اوکی در واقع کلیک میکنم. سطح من ایجاد شد ولی نمایش داده نشد. خیلی از دوستان عزیز میگفتن اینجا باید چی کار بکنیم مگه ما سطح رو نساختیم. خب سطح رو ساختیم، ولی اینجا توی قسمت تول اسپیس سطحتون رو ببینید، سطحتون ایجاد شده. اینجا باید بیاد در واقع از قسمت دفینیشن یا شناسایی یا تعریف کردنش
بیاد بگید آها حالا که آمده اون پوینت گروپ جیوان درست کردم، بهتره که در واقع از اینجا تمام اون گروه یکی که برای نقاط بود رو تبدیلش کنم به یه سرفیس. درست شد؟ پس چی شد؟ اولش به این صورت بود، من یه سطح رو از در واقع اینجا درست کردم، وقتی درستش کردم اضافه شد اینجا اسفان. ببینید به این صورت، بازش میکنم روی این پلاس کلیک میکنم باز میشه. توی قسمت تعریف کردن یا دفینیشن، روی قسمت پوینت گروپ یک کلیک راست کنید، قسمت ادو بزنید، درسته؟ و در واقع میشه گفت من البته اون جیوانی که ایجاد کردم توی فایلی بود که خودمون نقاطش رو وارد کردیم، اینجا در واقع تمام نقاط رو خودش در نظر گرفته ولی جیوانی نساخته، یعنی فایلی که نقشه بردار داده جیوانی تعریف نکرده که هیچ ایرادی نداره. اگر جیوان تعریف بشه اینجا می نویسه مثلا جیوان، میتونه اون رو انتخاب کنه، اما اینجا میزنیم all points، فرقی نمیکنه. من روی اپلای که کلیک میکنم و اوکی میزنم، منحنی های میزان ساخته میشه. به این میگن ساخت سرفیس یا سطح، که به شدت مهم هست. تمام کارهای در واقع راهسازی کانالهای آبیاری که قرار هست به صورت طولی در این مسیرها ایجاد بشه نیاز به یک سطح داره تا نرم افزار بتونه تشخیص بده که پستی بلندی ها و شیب ها به چه صورت هست و بتونه برای ما کار رو انجام بده. درست شد؟ پس این از ساخت سرفیس. خدمت رو عرض کردم اگر فایلی که نقشه بردار بهتون میده نقاطش گروه بندی نشده هیچ مشکلی نیست، شما فقط توی این قسمت وقتی که کلیک راست میکنید اد میزنید، اگر گروه ایجاد شده بود اینجا جیوانش رو انتخاب میکنید، اگر نه روی تمام نقاط. اینجا گروه که نساخته گفته که به جاش all points همه نقاط رو بگیره و در واقع یک سطح رو ایجاد کنه و در واقع اوکی کرد. درست شد که این سطح ساخته شد. برای اینکه سطح رو یه مقدار در واقع ویرایشش بکنیم کافی است روش یه بار کلیک بکنیم، کلیک راست بزنیم و گزینه ویرایش یا ادیت کردن استایلش رو در واقع کلیک کنیم. یه پنجره باز میشه، در واقع یک عالم تب اینجا داره یا زبانه داره که بستگی به نوع هر کدوم از اینها در واقع میشه گفت کارهای خاصی داره. مثلا اگر قسمت پوینت رو چراغش رو روشن بکنید یا ویزیبلش بکنید یک سری نقاط رو نشون میده. به عنوان مثال اگر بخوام اینو نشونتون بدم، وقتی چراغش رو روشن میکنم یک سری نقاط آبی رنگ اینجا اضافه شد که میتونم اینو رو بردارم. مثلث ها یا تریانگل هایی که برای ساخت سطح به کار رفته کاملا نشون داده میشه، قسمت بوردرش که اگه خاموشش بکنم اون خط دوره در واقع میشه گفت سطحی که ساخته از بین میره. میجر کنتور یعنی منحنی های تراز اصلی که روشن هست، منحنی های تراز در واقع میشه گفت فرعی و در واقع میشه گفت موارد دیگه که مثلا توی این قسمت دایرکشن ها، مسیر های در واقع میشه گفت موجود در همواری ها و ناهمواری هایی که هستش، مثلا توی تراز در واقع ارتفاعی elevation ها رو به طور کامل نشون میده. به عنوان مثال اگه بخوایم اینجا ببینیم، ببینید اون elevation هایی که بالاتر هست و ارتفاع بیشتری داره در واقع با رنگ تیره تر سرمه ای رنگ اینجا نمایش داده شده و اونایی که در واقع ارتفاع کمتری دارن با رنگ روشن تر در واقع آبی روشن اینجا ازشون استفاده شده. حتی برای اینکه بهتر بتونید سطحتون رو درک بکنید بهتر هستش که یه مقدار در واقع با استفاده از این دستور بتونید پستی بلندی ها رو اینجا حتما خودتون ببینید. خیلی کمکتون میکنه که در واقع این پستی بلندی ببینید چقدر قشنگ نرم افزار تمام پستی بلندی های منطقه رو داره به طور کامل نشون میده. ببینید به این صورت هست، ناهمواری هایی که وجود داره و نشون میده که راهی که میخوایم ایجاد بکنیم توی یک در واقع منطقه تپه ماهور در واقع واقع شده. به این ترتیب حتی از این در واقع کیوب
ویو کیوبی که اینجا هست میتونید استفاده بکنید برای اینکه نماتون رو سریعتر ببینید. بعد مثلا روی فرونت که میزنم قسمت جلو رو نشون میده، یا مثلا روی سایر قسمت ها تاپ نمای پلانش رو نشون میده. درست شد؟ پس به این صورت در واقع میتونید ناهمواری ها رو درک بکنید که از کدوم قسمت، مثلا اگر مسیر اصلی اینجا هست و روستا اینجا هست، میتونید دقیقا ببینید که ارتفاعی که در واقع از مسیر اصلی هست بالاتر هست نسبت به در واقع منطقه روستا، یعنی یک حالت سربالای سرازیری درش ایجاد میشه. خب من روی سطح مجدد کلیک میکنم، بعد کلیک راست میزنم ادیت سرفس استایل، بعد توی قسمت الیویشن این چراغش رو خاموش میکنم. اسلوب شیب ها رو به ما نشون میده، در واقع ببینید وقتی اپلای میزنیم شیب مسیرها رو به صورت رنگی نشون میده که خیلی کمک میکنه به در واقع میشه گفت درک این موضوع، یا واتر شیلد یا حوضچه های آبی به طور کامل نشون داده میشه که مثلا توی ناهمواری ها اگر بارش باران یا برف داشته باشیم در کدوم قسمت ها در واقع آب جمع میشه، و این خیلی کمک میکنه به ما که توی بحث راهسازی بدونیم که مسیری که مثلا میخوایم از اینجا ارتباط بدیم به روستا در واقع حوضچه آبیش کجا هست. مثلا اگر مسیری از این قسمت عبور بکنه در واقع شامل این حوضچه‌های کناری میشه و احتمال آب گرفتگی بیشتری داره. پس ببینید از تمام امکانات نرم افزار استفاده بکنید، نرم افزار فوق العاده دقیق و کاربردی تمام مراحل طراحی رو براتون به طور کامل کمک میکنه که بهترین طرح رو بتونید پیاده سازی بکنید. من موارد رو در واقع خاموشش میکنم و روی اوکی میزنم. بحث نقاط رو من میخوام که غیر فعال بکنم. برای اینکه نقاط رو غیر فعالش بکنیم کافی هستش که در واقع از قسمت پوینت، اگر درست گفته باشم، پروپرتیز این قسمت، ببینید پوینت گروپ اون قسمت ادیت پوینت که کلیک میکنید، معذرت میخوام، توی قسمت پروپرتیز که کلیک میکنید در واقع استایل نقاطتون رو میتونید اینجا تغییر بدید. مثلا توی نقاط الان فقط ضرب در هست و هیچ کدی نوشته نشده. شاید شما دوست داشته باشید که مثلا اینجا در واقع میشه گفت نقاط شما ارتفاعش نشون داده بشه. خب خیلی راحت میتونید از این قسمت پوینت لیبل بگید آقا الیویشنشو حتما به من نشون بده، و با اپلای کردن میتونید الیویشن نقاط رو در واقع مشخص بکنید که در واقع میشه گفت یک نوع سفارشی سازی هست. و اگر سایر موارد رو بخواید، مثلا الیویشن به همراه توضیحات، جهت شمال و غرب، پوینت نامبرش رو بخواید ببینید، تمام اینها رو میتونید اینجا مشخص کنید. من هر دوی اینها رو در واقع روی نان قرار میدم. قسمت در واقع میشه گفت بالایی هم مربوط به شکل و شمایل نقاط بود. به عنوان مثال ما وقتی که زبده رو داشتیم میتونیم تبدیلش کنیم به اضافه یا علائم دیگه، که من هر دو رو روی نان میذارم به خاطر اینکه نیازی بهش ندارم، فقط سرفیسمون هست که باید وجود داشته باشه. فعلا تا اینجا بمونه تا جلسه بعدی که ادامه کارو داشته باشیم.